نمیدونم چرا امضا عاشق ترم، نمیدونم اینو چرا. 20 سال بود من هیچی ننوشته بودم. دوباره من اگه شعرامو نگاه بکنین خیال میکنین که آدم 18 ساله ایم و عاشقم. همیشه منتظر اردشیرم، همیشه دارم با اردشیر زندگی میکنم. آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. Good morning. This is Vaji Zarif Zadeh. My ID number is 34. Where are you going? To the LAX export. What's the address? LAX airport. And we need an address. Okay, I call back again. All right, thank you. Thank you so much. What terminal? Terminal 1, American Airlines. I need a van because I have a problem in my knee. Do you have any equipment? Any walker? Sometimes walker, yes. Okay, so that will be a pickup for tomorrow at 11 a.m. to 11:20. Okay. And the confirmation is 328. Yeah, hold on, please. 328. در این حال که تصمیم میگیری بیای، ولی یه کار ناخواسته ایه، به خصوص در سن بالا. سن من مثلا 62 سالم بود این تصمیم گرفتیم که بیایم. به هر حال خیلی کار سختیه، از زندگی ریشه دارت جدا شدی، بدون شوهرت داری میای، کلی خاطره خوب و بد و پشت سرت گذاشتی دیگه، میدونی که نمیخوای برگردی، انقدر خاطرات بد داری. لاغت من اصلا فکر نمی کنم که دیگه بخوام اصلا به اونجا برگردم. یاد فردش ازم پرسید امروز قصد خیلی خوشمزه تر شده، چی کار کردی؟ گفتم یه ذره عشقشو بیشتر کردم. خیلی در زندگی بردش خوشبخت بودم. من لاقل در اون سن جزو خانمایی بودم که با اون شرایط کار میکردم، چون کارم حسابداری و حسابرسیه، در چند جا کار میکردم، ساعتهای مختلف، به نسبت پول خوبی در میآوردم. ولی به هر حال به خاطر خیلی مسائل دیگه تصمیم گرفتیم بیایم، و من چون اونجا خیلی تنها بودم اومدم با بچه. اوکی از فینیش ده، یکی دیگه بیار ماما، دو تا بیار کیلا جان. به هر حال کار راحتی نبود. چرا نمیخوای گوش؟ نمیخوای گوش بکنی؟ گوش کن لطفاً، لطفاً گوش کن. من الان 7 سال اینجا هستم. به هر حال در این 7 سال من یه پولی در آوردم. حالا کار دستی میکنم، نمیدونم، بیبی سیتری میکنم، آشپزی میکنم. یک لحظه بیکار ننشستم. تعمیرات خیاطی میکنم، میسپارم به ساختمونم، به دوستام همه برام پیدا میکنم. اینکه بابا شوخی میکنه بوده کیفمو بیار که ایلاجه این باشه ماما. برای مسنا خیلی امکانات هست در اینجا، به خصوص میبینم بعض امکانات برای پناهنده ها خیلی بیشتر هستش. تقریبا این 7 سالی که من اینجا هستم شاید بتونم بگم من مثلا $100 پر دارو ندادم. خب این خیلی بی‌انصافی اگه من ناشکر باشم،
در صورتی که مثلا من دوستم میدونم که توی ایران یک دونه قرص فقط میخره 400 هزار تومان. خوبین شما؟ مرسی، خیلی ممنون. قربون شما، خدا رو شکر. امسال خیلی جور شده که عید میتونم برم پیش بچه ها. فکر کنم شما هم که میایین، نه؟ همه دور هم جمع میشین. ما هم داریم آماده میشیم. خیلی خوشحال هستیم که امسال اولین سالی که دور هم هستیم با نوه. نهایتاً فکر میکنم که بالاخره آدم باید پیش بچه هاش باشه دیگه، به یه شکلی نزدیک اونا باشه. یعنی بهتره که اینجا پیش بچه هم باشم، هر چقدرم که از دوستام دور باشم، تا اینی که اونجا بودم و قربت، یعنی سختی و دوری مثلا بچه هم رو میکشیدم. خب الان با یه صدای نوام یا یه بغل کردنشون اصلا انگار دیگه دنیا رو فراموش میکنم و همه زندگی من بهانه زندگی کردنم واقعا. سبز گذاشتین مامو جون؟ خب اگز لطفاً با من فارسی حرف بزنیم. تو میدونی امسال من عید پیش شما ها نیستم ماما جون. کجا میری؟ میرم پیش رادیم جون. ماما حالا با هم تخمه ما رنگ کنیم. آدم به قیچی خونه خودش هم دل میبنده، دنبال کارد که سالها باش کار کرده دنبال اون میگرده. خیلی سخته این بریدن، ولی وقتی دیگه مجبوری خودتو راضی میکنی. من یادم وقتی که تصمیم گرفتیم بیایم و به هر حال هرچی داشتم و گذاشته بودم برای حراج، برای فروش، واقعا خیلی سختم بود، خیلی سختم بود از چیزایی که دل میگرد. مثلا من چرخ خیاطیمو که اصلا به جونم بسته بود و باش خیلی کار میکردم و خیلی ساعتامو میگذروندم، پر میکردم این ساعتامو، واقعا دلم میخواست بیارمش. همیشه فکر میکردم میره از دستم، نیستش. خیلی همون لحظاتی که بودم و قدر میدونستم به من میگفت که بجی تو مطمئن باش که منو نمیگیرم و مطمئن باش اگر منو بگیرن نمیکشن، اما اگر به هر حال اوضاع غیر از این بود و منو گرفتن، من از تو خواهش میکنم که بچه ها رو برداری و بری از ایران. خب من خیلی ناراحت شدم، یعنی گفتم که تو رو گرفته باشن مثلا من برم؟ گفت اگر منو دوست داری و حرف منو گوش میکنی حتما این کارو بکن. وقتی مطمئن باشم که تو حرف منو گوش کردی و رفتی، هرچی هم اونا بگن که الان زنتو داریم میزنیم، الان پسرتو داریم، من این بلا رو سرش میاریم، من مطمئنم که تو این کار. هر پنجشنبه نصف قطار ترکیه باهایی بودن که مهاجرت میکردن از ایران. وقتی که وارد ترکیه میشی، حالا این کوچه اجباری تو رو وادار میکنه که از خیلی خواسته ها بگذری، پدر بزرگ، نمیدونم نوه، نتیجه، اینا هم مجبوری با هم زندگی کنی. در شهر کوچکتر مجبوری بری، نمیتونی خونه خوب بگیری، نمیدن اصلا خونه خوبتر بهت. دیگه دنبال خونه گشتن، نمیدونم وسیله خریدن، اینا همه خیلی سخت بود، خیلی زیاد. ما یه خانواده رو اونجا داشتیم که جوون، در حقیقت نوجوون آورده بود اونجا، تا نوجوونه که برن به کار زندگیشون برسن. اینا تقریبا 3 سال اونجا مون، یعنی مثلا بزرگ شدن، جوون شدن، مجبور شد بره نمیدونم خمیرگیری کار بکنه، یواشکی کار بکنه برای اینکه زندگیشون بگذره. خوب نبود شهر ترکیه، شرایط خوبی نبود اصلا. قربونتون برم، مشتاق دیدم.
قربونتون برم مادر. بابا خیلی زیاد مادر جون قربونتو برم بدم این مادر مامان جون یادت میاد منو مامان مامان جونم بای خیلی راه تو دنیا خسته کننده بود ولی میارزید به اینکه به شما هم میرسیم مامان قربونت برم بدم اون سلام هتل رامسر از قبلن رزرو کردیم و رفتیم و بیشتر از یه هفته اونجا نبودیم. چندین مسئله پیش اومد که ما دیر برسیم. یه جوری ما رسیدیم که فقط اردشیر رفت دوش گرفت و رفت. مثلا یادم ماهی خریده بودیم درست کنیم مثلا خونه بخوریم، نه اصلا به این چیزا نرسید. دوش گرفت و رفت و همون دیگه بود که رفت. و من که دیگه رفتم یه کمی خرید کنم و بیام، وقتی اومدم خونه در زدم دیدم که یکی اومد و گفتش که چیکار داریم. اما من بلافاصله فهمیدم که پاسدارا هستن و فهمیدم که اردشیر رو گرفتن. بعد که دیگه می‌خواستیم بریم توی خوی گرفتار شدیم. منو در حقیقت به عنوان خروج مرزی گرفته بودند. سه ماه انفرادی تو اوین بودم. وقتی که اولی ملاقاتی که با اردشیر کردم گفتم که اردشیر جون بر من یکم دعا بخون که من انقدر گریه نکنم و تو رو نخوام که برگردی. گفت نه اتفاقا این کار بکن، برای اینکه منم باز از همین الان میرم و اتفاقا این دعا رو میکنم. فعلا خدافظ. نجون ماهی خوشگل بگیم. برم. Thank you. مثل همین ایران خرید ماهی و نمیدونم سبزه و همه چیز به راه هستش، ولی اصلا اون حال هوای ایران که ای دیدنی بری حتما مثلا بچه ها موظف بدونن، خودشون رو مکلف بدونن که مثلا حتما صبح اول عید به مادرت به پدرش سر بزنه، برای اینکه مثلا نمیشه. ماهیمون تموم شده ولی یه ماهی اینجا هستش که میگه بیشتر کارا اینجا کارای به قولی روزمزدیه، ساعتیه. یعنی وقتی کار نکنی آخر سر که حساب کردی که باید اون پول برقتو بدی که روی خونتو بدی چی، خب کم میاد. ما نداریم. اون برای خیابون درز پتستور ولی ما یه ساعت پیش تموم شد. مرسی، خیلی ممنون. مرسی مهر 65 من آزاد شدم. 5 مهر 66 خبر دادن به ما که اردشیر رو کشتن و جنازه‌ش هم به ما تحویل ندادن. اگه یک ماه صبر می‌کردن میشد 50 سالش. یعنی اگه 5 آبان 66 کشته بودنش درست میشد 50 سالش. به هر حال دیگه اون ماجراها اصلا نمیشه توضیح داد که واقعا چه احساسی و چه روزای وحشتناکی و چون جنازه رو که به ما تحویل ندادن گفتن ولی خاتون آباده کجا هستش بریم دیگه. عروسک من چشماتو وا کن، وقتی که شب شد اون بخلالا کن، حالا بیا بریم حیات با من بازی کن، تاپ بازی و توپ بازی و تناب بازی کن. خیلی متاسفانه در اینجا تنهایی
خودشو خیلی نشون میده، خیلی خودشو نشون میده. وقتی میای اگه خودتو تطبیق ندی، اگر یعنی نپذیری اینا رو، خیلی اذیت میشی، خیلی درد، خیلی دردت میاد. اما هست متاسفانه واقعیت دیگه، هر کی یه جوری گرفته. برای زندگی میکنیم دیگه، حالا یا ادای زندگی رو در میاریم، مهمونی میریم، نمیدونم جمع میشیم، خیلی خوشحالیم، نون سنگک میخوریم مثلا، نمیدونم چلو کباب میخوریم، ریحون میخوریم، بوی ایرانو میده مثلا، یه همچین چیزایی. ولی خب واقعیت اینه که آدم بالاخره دوست داره که در جایی که بوده، ریشه داشته، زبون همو میفهمید. من اینجا اصلا هر دوستی هم پیدا کنم زبون منو نمیفهمی که من چی میگم. هنوزم همونجوری عاشقم و واقعا اذیت میشم. یعنی بارها از خود اردشیر خواستم که به من کمک کنه اردشیر جون، یعنی من دارم داغون میشم اینطوری. یعنی الان دیگه اتفاقا دلم میخواد که تو خونه باشم، خلوت کنم با خودم و بنویسم و اونا رو دوباره بخونم. حتی دلم میخواد مثلا یه دوست ناشناخته خیالی داشته باشم که اینو برای اون بنویسم. اول اینه که بدن پدرم بوده چطوری بوده؟